نیازها و فقرهایی که تو ما هست، این نیازها ما رو نباید بکشونه به غیر خدا، تکیگاهمون رو غیر خدا قرار بده، اون ملجأمون رو غیر خدا قرار بده. نباید این چنین باشه. در علل الشرایع روایت هست از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که آقا ما تو عالم بالا بودیم قبل از اینکه وارد عالم دنیا بشیم، تو عالم بالا بودیم، عالم بالا عالمی بود که نیاز و نقصانی نبود، گرسنگی نبود، تشنگی نبود، چرا ما رو آورد به داری که بلبلاء محفوفه، همش رنج و سختیه، خوردنش یه جور سختی داره تو عالم دنیا، نخوردنش یه جور. شما وقتی نمیخوری از گرسنگی بالبال میزنی، میخوری خیلی عوض میخوام چند دقیقه بعدش احتیاج داری یه دردی میگیری که باید حتما دفعش کنی. یعنی همون موعظه‌ای که بهلول هارون رو کرده بود، که هارون به بهلول گفته بود که من موعظه کن، گویا که توی بیابانی دچار آتش بشی یه لیوان آب جانت رو نجات میده، و اون طرفی که میخواد بهت آب بده میگه حاضری این آب رو بگیری ولی نصف ثروت و سلطنتت رو به من بدی. هارون گفت وقتی دارم میمیرم دیگه ثروت و سلطنت چه به دردم بخوره، حاضرم نصف ثروتمو بدم اون آب رو بگیرم. بهلول گفت حالا آب خوردی، یه چند ساعت بعد احتیاج به دفع پیدا کردی ولی حبس بول شدی، نمیتونی دفع کنی، از درد داری میمیری، حالا از درد داری میمیری. یکی گفت من طبیب هستم میتونم تو رو معالجت بکنم به شرطی که نصف ثروتتو به من بدی، حاضری؟ هارون گفت وقتی دارم میمیرم دیگه ثروت چه به دردم، حاضرم نصفش بده. بهلول گفتش که ثروتی که با یه آب خوردن و دفعش بیشتر نمیارزه، خیلی بهش تکیه نکن، تمام ثروت رو دفع دیگه، نصفشو برای آب دادی، نصفشو برای دفعش دادی. دنیا اینجوریه دیگه، خوردنش یه جور رنج داره، نخوردنش یه جور رنج داره، همش دارون بلبلاء محفوفه. از امام کاظم پرسید که آقا خدا برای چی ما را آورد تو این عالم؟ امام کاظم فرمود اگه تو عالم بالا بودیم چون نیاز و نقصان رو نمیدیدیم در خونه خدا نمیرفتیم، خودمون رو نیازمند نمیدیدیم، در خونه خدا نمیرفتیم، آورد تو عالم پایین تا خاضع بشیم، نیازها و فقر خودمون رو ببینیم، تکیه کنیم به خدا. آورد تو عالم پایین تا بتونیم التجاء به خدا داشته باشیم. وقتی بدونیم نیازمندیم طبیعیه که باید پناه به خدا ببریم. از این جهت ما رو آورد. خب پس عنایت بفرمایید، فقری که خدا تو ما گذاشته این چیز بدی نیست، این نیازها، این نیازها راه به سوی خداست، این نیازها راهی است که ما رو به سمت خدا میبره و تکیه به خدا میدیم، پناه به خدا میبریم. اصل این نیازها تو وجود ما چیز بدی نیست، به اندازه نیازمون رابطه با خدا پیدا میکنیم. شما فرض بکنید، اگر فرض کنید، فرض محاله ها، فرض بکنید تمام موجوداتی که تو این عالم بودن، حالا حداقل انسان ها، همه غنی از هر حیث بی نیاز بودن، از هر حیث دیگه میرفت در خونه خدا؟ وقتی از هر حیث بی نیازه چرا دیگه بره در خونه خدا؟ نیازهای ما راه و طریق رفتن ما در خونه خدا، به اندازه‌ای که ما نیاز رو حس بکنیم در خونه خدا میریم. این همون شعرهای قشنگ حافظه که ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، تا میرسه به این که با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدایی به در خانه ما رو بردن اینجا که گدایی کنیم، فقرمون رو بفهمیم و در خونه خدا بریم. اگه تو این عالم نمی آوردن فقرمون رو نمی فهمیدیم. بنابراین خود فقر چیز خوبیست، احساس فقر از او بهتر، که آدم احساس کنه فقیره. حتی بعضی جمله پیغمبر که فرمود الفقر و فخری، اینو به همین زدن که پیغمبر فرمود فقر فخر منه، افتخار منه. بعضی حالا بعضی از به هر حال عرفا به همین زدن که یعنی این که من میدونم چقدر فقیرم، اون کسی که میدونه چقدر فقیره پناهش به خدا از همه بیشتره، تکیهش به خدا از همه بیشتر.